فهم ما از دانش گوهرشناسی و تجارب علمی که ما به دست آوردیم در حوزه دانش گوهرشناسی به ما این نکات رو یادآور میشه که ما سه سطح متفاوت کیفی نسبت به انسان و جهان داریم. یک سطح سطوحی هستن که مربوط به جسم انسانن و خب طبیعتاً برای جسم انسان داروهای مختلف، غذاهای مختلف، پوشیدنیهای مختلف، دیدنیهای مختلفی وجود دارن که اگر اینها طبق اصول بدن انسانی استفاده بشوند سلامت میارند و اگر برخلاف بدن انسانی استفاده بشوند منشأ بیماری میشوند. این یک سطح کیفیت. یه سطح کیفیت بالاتری داریم که امروزه به جهان امواج یا جهان انرژی ها مرتبط هستند و این جهان امواج و جهان انرژی ها حوزه ای هستند که گوهرها در اون قرار دارن. درسته گوهرها جسم هستند اما اینها انعکاس دهنده یا عبور دهنده امواج و انوار هستند. طبیعتاً این امواج و انوار همون چیزی هستند که ما با اون ارتباط برقرار میکنیم و بعضی وقتا از اونها لذت میبریم، بعضی وقتا خسته میشیم، بعضی وقتها زیادی اونها ما رو دلزده میکنه، بعضی وقتها کشش در ما ایجاد میکنه و یک سری مجموعه احساس، بعضی وقتها به ما نیرو میده، بعضی وقتها نیرو رو از ما میگیره و بعضی وقتها به ما انگیزه میده، بعضی وقتها انگیزه رو از ما میگیره. اینها همه قابلیت هایی هستن که در این سطح کیفی بشر با اون ارتباط برقرار میکنه و گوهرها میتوانند که این مسئله رو یا تشدید بکنن یا محدود بکنن. دانش جرم تراپی اینها رو شناسایی میکنه و بر اساس تجاربی که داره هر کدوم از اینها رو در زمانهای خاصی توصیه میکنه. مثلا میگه شما اگر با این شرایط از این گوهر استفاده بکنید ممکنه که دچار سردرد بشید، اگر از این گوهر استفاده بکنید ممکنه که دچار رقت قلب فراوانی بشین. بنابراین برای شرایط مختلفی که در طی زندگی انسان هست دانش جرم تراپی روش‌های مختلف استفاده رو پیشنهاد میده. پس کیفیت اول کیفیت جسم، کیفیت دوم کیفیت امواج و انوار و انرژی ها و کیفیت سومی که مد نظر هست باز یه سطح بالاتری هست که مربوط به جهان عقل و اندیشه است که حالا فعلا ما وارد اون حوزه نمیشیم.